در این ویدیو قرار با هم دیگه صحبت بکنیم که چطور یک سی وی و رزومه خوبی نگارش بکنیم. سی وی و رزومه خوب قبل از اینکه حالا بریم وارد بحث بشیم، دقیقاً بیان کننده و پرزنت کننده شما هست. شما وقتی می‌خواید برید یک محصولی رو بخرید، مثلا می‌خواید یک گوشی رو بخرید که خیلی گرون قیمته، اگر که یک دستفروشی کنار خیابون انقلاب این رو عرضه بکنه، شما خیلی ترغیب نمی‌شین رو بخرید، حتی اگر که اورجینال باشه. نمی‌دونم، شاید رفته دزدی کرده، واقعاً هم اورجیناله، ولی شما رقابت نمی‌کنین رو بخرید. خیلی دوست دارید که اون موبایل شیک رو برید در یه مغازه لوکس خیلی دکور خوبی داشته باشه و تهیه بکنید و حس خوبی بهتون بده. سی وی هم دقیقاً بسته‌بندی خود شما هست، یعنی پرزنت کننده شما هست که شما چه چیزی در چنته دارید. برای همین سی وی خیلی میتونه مهم باشه و حتما بهش دقت بکنید. یک سری قوانین کلی داریم برای نگارش سی وی که با هم دیگه بررسی می‌کنیم. مورد اول این هست که بریف و کانسایس باشه. یعنی چی؟ یعنی خیلی خلاصه توضیح بدید. اگر که نوشتید من رفتم جایی کار کردم، لازم نیستش که یک صفحه توضیح بدید من دقیقاً اونجا چی کار می‌کردم، دقیقاً پوزیشنم چی بود. در حد شاید نیم پاراگراف اگر که بنویسید کفایت می‌کنه. برای همین خیلی زیاده‌گویی در سی وی تون نکنید. سی وی های حالا که می‌بینیم که خیلی موارد زیادی داره، نهایتاً بیاریدش در حد 2 یا 3 صفحه پی دی اف کفایت می‌کنه. و سعی بکنید که در سی وی تون موارد مهم رو هایلایت بکنید. خیلی از بچه‌ها هستن که افتخارات زیادی دارن. یعنی یکی از دوستان بود که من بهش مشاوره میدادم اخیراً، میگفتن شما سی وی تون چی داری؟ اولش میگفت که خیلی چیز خاصی ندارم، دانشگاه معمولی و اینها. یه خورده بیشتر باهاش صحبت کردم، گفتم دیگه چی کارا کردی؟ گفت یه مقاله کنفرانسی دارم و اینها. گفتم دیگه چی کارا کردی؟ گفت یه مقالهم دارم توی یه مقاله ژورنالی خوب دارم سابمیت میکنم. گفتم شما این همه چیزهای خوبی داری اما هیچ کدوم رو در سی وی نیومدی نشون بدی. و استادی که میاد با شما صحبت میکنه و سی وی شما رو میبینه، اطلاع نداره که شما چه کارهایی انجام دادی، فقط سی وی شما رو نگاه میکنه. بنابراین سعی بکنید که تمام موارد مهم رو داخل سی وی تون بیارید. و حتی خیلی از موارد هم هستن که هنوز تموم نشدن. برای مثال شما سطح زبان خوبی داری اما آیلتستون رو هنوز ندادید، میتونید بنویسید سطح زبانم خوبه، آیلتس هم در دست اقدام هست. و مورد آخر این هست که نوشتم deem your weakness. نمیگم دروغ بگید، میگم که نقاط ضعفتون رو نشون ندید. یعنی چی؟ شما ممکنه معدلتون پایین باشه، خب یعنی معدلتون 14 و خورده. نیاز نیستش که این رو بولد خیلی گنده اول سی وی تون بنویسید. یعنی مورد مهمتر رو، مورد بولدتر رو، اگر که افتخارات خاصی دارید اون رو بولدتر بنویسید. یا اگر که دوستانی معدلشون پایینه، خیلی‌ها هستن که معدل دروس تخصصیشون بالا هست، برای مثلا تو درس اندیشه اسلامی و نمیدونم فارسی و دروس عمومی کم گرفتن اما دروس تخصصی رشتهشون رو بالا گرفتن. شما میتونید بیاین معدل دروس تخصصیتون رو حساب بکنید و اون معدلی که بالاتر هست رو در سی وی تون قرار بدید. برای همین من اینجا نوشتم که نقاط ضعفتون رو سعی بکنید نشون ندید و از دروغ هم بپرهیزید. همونطور که در ویدیوی قبلم هم صحبت کردیم، بنا بر صداقت هست در خارج از کشور. یعنی شما اگر که میگین من در اینجا کار کردم، از شما قبول میکنن. خیلی از شما نامه خاصی نمیخوان که حتما مثلا اینجا کار کردید. و کلا دروغ رو بذارید کنار، توی سی وی تون به صورت خیلی راست و شفاف و صادقانه بیان بکنید و نقاط ضعفتون رو سعی بکنید که خیلی نشون ندید. استراکچر کلی سی وی رو اینجا با هم میبینیم که یک هدر داره، ادویکیشن، ریسرچ اینترست و موارد دیگه که براتون ذکر کردم. و در اسلاید بعدی یک سی وی رو با هم دیگه مشاهده میکنیم. حالا سی وی خوبی هم هست.